23. نام او را امانوئل می‌خوانیم. آمین. Call him Emmanuel, God with us. Matthew 1:23. آمین. متی 1:23. نام او را امانوئل می‌خوانیم. آمین. متی 1:23. نام او را امانوئل می‌خوانیم. آمین. متی 1:23. نام او را امانوئل می‌خوانیم. آمین. ما نام او را امانوئل می‌خوانیم. آمین. متی 1:23. نام او را امانوئل می‌خوانیم. آمین. متی 1:23. نام او را امانوئل می‌خوانیم. آمین. نام او را امانوئل می‌خوانیم. یعنی خدا با ما است. متی 1:23. نام او را امانوئل می‌خوانیم. یعنی خدا با ماست. آمین. خداوند شکر واسه این کریسمس، شکر واسه این که این کریسمس رو ما واسه تو داریم جشن میگیریم. خداوند شکر واسه این که تو پسرتو به ما دادی، اسمشو گذاشتی عیسی. خداوند ممنونم که تو عیسی رو به ما دادی تا ما زنده بشیم. خداوند به نام عیسی مسیح دعا میکنم. آمین. سلام بچه ها، خوبین؟ کریسمس مبارک. داشتم یه لیست می نوشتم از همه خانواده و دوستایی که می خوام براشون کادو بخرم. شما به خانوادتون هدیه می دین؟ بچه ها، یه سوال خوبی دارم. ما چرا هدیه می دیم؟ بیاین با هم یه سفری بریم و راجع به این سوال بیشتر فکر کنیم. سلام زری بری، سلام خاله مسا، شما هم هدیه میدین؟ سلام خاله پگا، سلام بچه ها. خاله مسا، اسم کیا رو نوشتی؟ اسم خانوادم و چند تا از دوستام رو نوشتم. اسم منم اونجاست خاله مرزا. بله زری بری، اسم شما، اسم خاله پگا، اسم خاله الناس، اسم کیمیا جونم اونجا هست. آق جون، من عاشق کادو هم که قراره برام بخری. زری بری، خاله پگا سوال خوبی کرد. ما چرا هدیه میدیم؟ چون دیگران رو خوشحال میکنه. درسته؟ بریم با هم داستان امروز از خاله الناز بشنویم و ببینیم چی یاد میگیریم. فکر کنم یاد بگیریم که چجوری کادو آماده اید بریم سفر کلام. 1, 2, 3 پاشو بریم، دست هم رو بگیریم. 1, 2, 3 آماده اید بریم با هم به سفر. خدا حقیقت هست، دوستم میداره، کلام او زنده است، به من راه و یاد میده. بیا بریم سفر، آیات یاد بگیریم، دعا کنیم نزد خدا، دست هم رو بگیریم، دست هم رو نبود. کلام خدا بیکار نبود. فرشته خدا جبرئیل به مریم گفت تو صاحب فرزندی خواهی شد. مریم سوال کرد چطور ممکنه؟ من هنوز ازدواج نکردم. فرشته گفت روح پاک و قدوس خدا بر تو قرار خواهد گرفت و فرزندی رو به دنیا میاری که فرزند خدا خواهد بود.
مریم به اون اعتماد کرد. مریم با یوسف نامزد کرده بود، اما یوسف داستان مریم رو باور نمی کرد. به همین دلیل فرشته یوسف رو هم ملاقات کرد و گفت مریم دروغ نمیگه و فرزند اون پسر خدا خواهد بود و تو باید اسم اون رو عیسی بذاری. ماه‌های بسیاری گذشت و بعد اونها به بیت لحم، شهر محل تولد یوسف، سفر کردند تا در سرشماری مردم شرکت کنند. بعد از اون سفر طولانی مریم آماده زایمان شده بود، اما همه مهمون خونه های بیت لحم پر بود و بنابراین فرزند خدا در آخری به دنیا اومد. باورتون میشه بچه ها؟ کنار حیوونا. و مامان باباش اسمش رو عیسی گذاشتن. در اون شب در تپه های اطراف بیت لحم فرشته‌ای بر چوپان ها ظاهر شد و گفت یه خبر خوبی براتون دارم، نجات دهنده شما به دنیا اومده، اون در بیت لحم در آخری خوابیده. بچه ها یه دفعه یه عالمه فرشته ظاهر شدن، همه اونها آسمون رو پر کرده بودن و همه با هم سرود میخوندن. در میان مردمی که خدا رو خوشنود میسازن آرامش و صفا برقرار باد. وقتی فرشته ها رفتن، چوپانا با عجله به سمت بیت لحم رفتن. اونها کودک نجات دهنده رو در حالی که بر بستری از کاه خوابیده بود پیدا کردند. درست همونطور که فرشته اول گفته بود. بعد از اینکه چوپانا عیسی رو دیدن به سمت شهر رفتن. اونها خیلی هیجان زده بودن. برای همه تعریف کردن که چه اتفاقی افتاده و اونها خدا رو برای کاری که انجام داده بود شکر و ستایش کردن. خاله مسا، من ندیدم کسی کادو بده تو این داستان که. بله زری بری، چون در این داستان خدا داشت به ما هدیه میداد. راست میگی یا خاله مسا، خدا عیسی مسیح رو به عنوان اولین هدیه کریسمس به همه دنیا و ما داد. بله و ما به دیگران هدیه میدیم چون خدا اول به ما هدیه داد. جواب سوال خاله پگان رو پیدا کردم. خاله مسا حتما میشه یه بار دیگه بپرسی؟ زری بری، ما چرا به هم دیگه هدیه میدیم؟ به نام خدا، من هدیه میدم چون خدا عیسی مسیح رو به ما هدیه داد. آفرین زری بری، بریم با هم یه سرود تازه بخونیم. بریم، چقدر دوست دارم سرودهای کریسمسی. اونا sky.
میبری. ما به همدیگه هدیه میدیم چون خدا اول به ما عیسی مسیح رو هدیه کرد. بیاین آیه این هفته رو با هم بگیم. یوحنا 3:16. خدا انقدر جهان رو دوست داشت که تنها فرزندش رو فرستاد. John 3:16. God loved the world so much that he gave his only son. کیمیا جان سلام، میتونی این آیه رو بر ما بگی لطفا؟ بله خاله، سلام بچه ها. یوحنا 3:16. خدا اینقدر جهان رو دوست داشت که تنها فرزندش رو فرستاد، یعنی عیسی مسیح. بیاین با هم دعا کنیم. خدای بزرگ، مرسی که پسرت عیسی مسیح رو به ما هدیه کردی. به ما کمک کن که این خبر خوب رو به دیگران هدیه کنیم. به نام عیسی مسیح دعا میکنم. آمین. آمین آمین آمین. بچه ها، هدیه های ما میتونن حتی کارهای قشنگمون باشن. شما چه کار قشنگی رو میتونین به خانوادتون هدیه کنین؟ تا دفعه بعد، خدافظ بچه ها. بچه ها، آیه های شما برای ما خیلی مهمه، یادتون نره بفرستین ها.